دوستان عزیز، کاریکاتورها و طنزهای تلخ در مورد وطن فروشی رژیم سر موضوع دریای خزر ادامه داره. ما تعدادی کاریکاتور رو انتخاب کردیم که با هم ببینیم. سهم ما از خزر اسم اولین تابلو هست که با هم دیگه مشاهده میکنیم. بله، همونطور که میبینید سران چهار کشور شاد و خندون توی خزرن و روحانی رو هم که از ترس غرق شدن رژیم تیوب نجات داره رو به آب قطره چکونی از خزر راضی کرد. اما تابلوی بعدی اسمش هست خزر، که میبینین خامنه ای با قساوت تمام به جون خزر افتاده و اونو داره قیچی میکنه چنان که اشک ایران رو درآورده. این تابلو که با همدیگه میبینیم اسمش هست حکومت آخوندی در حال خدمت به مردم، که میبینیم با بیل مکانیکی از همون بالا به جون دریای خزر و ایران افتاده. بله، خدمت نوع خامنه ای و آخوندی این شکلی. از خزر و مسائل مربوط به اون بگذریم، بریم سراغ موضوع دیگه که بحران‌های اقتصادی هست و علت اون که موضوع مهم بعدی توی شبکه‌های اجتماعی، که چند نمونه رو با هم می‌بینیم. پول‌های مردم در اوج بحران اقتصادی، اسم این تابلویی که با هم دیگه می‌بینیم که حسن نصرالله موضوع رژیم رو نشون میده، که سهم اصلی پولایی رو که از رژیم میگیره که به اصطلاح برای کمک به مردم لبنانه به آدمکشای حزب الله یا به قول مردم منطقه حزب الشیطان داده و دوزارم به عنوان صدقه سری و ردگم کنی داره به مردم لبنان میره. اسم این تابلو اسمش هست سقوط ریال، که میبینید مردم دارن با فرغون و چارپا و لودر و خلاصه هر چی که دارن ریال رو که ارزشی نداره میارن و صراف با تعجب میگه نمیدونم تا کی بتونم از این بسته اقتصادی حمایت کنم. اما میریم سراغ آخرین تابلوی امروزمون که اسمش هست شهر فرنگ، که میدونین روزی روزگاری توی ایران شهر فرنگ برای شادی مردم بود، اما به یمن وجود منحوس آخوندا شهر فرنگ الان فقط حسرت مردم رو به چیزایی که یه زمانی که به وفور داشتن و حالا ندارن نشون میده. شهر فرنگی میگه شهر قشنگه، بیا تماشا کن، آب داشتیم، هوا داشتیم، دریا داشتیم، برق داشتیم، ارز مسافرتی داشتیم، خودروی اقساطی داشتیم، یخچال پر داشتیم. آی بله، اما تردید نباید کرد که ایران رو به زودی آزاد و آباد خواهیم کرد. خیلی ممنون از همراهیتون.